سرخط خبرها. طالبان نیروهای من به تطبیق فرمان عفی عمومی کاملا متحدن. زیا مسعود گروه طالبان به کمک اشرف غنی به قدرت رسید. سمنگانی در واکنش به سخنان خوشحال سادات: معاملگران با عین و غین به اختلافهای نژادی دامن میزنند. حمید خراسانی: احمد مسعود در صف باطل است و بر وی شلی خواهم کرد. یک گروه مبارزین در پغمان اعلام موجودیت کرد و اعلام موجودیت جبهه مقاومت ملی در جبل سراج پروان. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. طالبان نیروهای من به تطبیق فرمان عفو عمومی کاملا متحدن. سخنگوی طالبان گفته است که هیچ یک از کارمندان و نظامیان پیشین از سوی آنها اذیت نمی شود. با گزارش سپوتنیک، اناملا سمنگانی سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش های اخیر مبنی بر کشتارهای تلافی جویانه نیروهای امنیت پیشین را رد کرده می گوید که نیروهایشان به تطبیق فرمان متحد هستند. سمنگانی در برگه تیوته خود نگاشته است: مجاهدین به تطبیق فرمان عفو عمومی کاملا متحدند و کارمندان اداره پیشین به اساس مخالفت سابق اذیت نمی شوند. این سخنگوی طالبان افزوده است که اگر افرادشان از فرمان رهبری سرپیچی کند، با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد. او نیز در واکنش به گزارش ها گفت: رویدادها به جدیت بررسی می شود، شایعات به اساس قابل اعتبار نیست. حنفی: هیچ کس در لست سیاه گروه طالبان قرار ندارد. عبدالسلام حنفی، معاون دوم ملا محمد حسن آخن، نخست وزیر حکومت طالبان، با بزرگان اهل تشیع کشور دیدار کرد. اناملا سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، میگوید که در این دیدار دو طرف روی موضوعهای حقوق زنان و تعلیم و تربیت گفتگو کردند. به گفته او در این دیدار آقای حنفی به حق مساوی همه قشرهای کشور تاکید کرده و افزوده که هیچ کس در لست سیاه حکومت آنان قرار ندارد و تصمیم بر این است که ظلم، رشوت و زورگویی از بین برده شود. زیا مسعود گروه طالبان به کمک غنی به قدرت رسید. معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان نگاشته است که جرگه بزرگ همیشه به حیث یک مجلس عنانوی در طول تاریخ سیاسی کشور در حل مشکلات سیاسی و موضوعات کشور همواره به نفع پادشاهان مستبد و مشروعیت بخشیدن به زمامداران و ساختارهای سیاسی غیر مردمی به کار گرفته شده است. با گزارش سپوتنیک، احمد زیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در برگه رخنامه‌اش نگاشته است که جرگه بزرگ هرگز مردمی نبوده و نمایندگی از اراده سیاسی عام مردم نکرده است. در طول تاریخ کشور زمامداران که از طریق جنگ و استفاده از زور به قدرت رسیدند، از لوی جرگه های عنانوی برای به دست آوردن مشروعیت کاذب استفاده غیر اخلاقی کردند. در دوره 20 سال گذشته نیز رؤسای جمهوری کشور از لوی جرگه عنانوی استفاده فرمایشی نموده و در راستای حفظ منافع خودشان کار گرفتند. او افزوده است که ساختار لوی جرگه در قانون اساسی به حیث یک نهاد سیاسی در طول 20 سال گذشته هرگز نتوانست اجزای تشکیل دهنده خود را داشته باشد. عدم تشکیل شوراهای ولسوالی علت اصلی عدم تشکیل این نهاد سیاسی شد. افغانستان کشور است که در طول صدها سال با بحران عمد مشروعیت ساختارها و شخصیت‌های سیاسی مقابل بوده است. این عدم مشروعیت سبب انحصار قدرت، عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. زمامداران که هیچ نوع احساس مسئولیت در برابر نهادهای سیاسی نمی کردند و هیچ نهاد سیاسی توان محدود ساختن قدرت آنان را نداشت، بر سرنوشت مردم مسلط شدند و روی کردشان بر ضد منافع جمعی بود. سمنگانی در واکنش به سخنان سادات: معاملگران با عین و غین به اختلافهای نژادی دامن میزنند. معاون سخنگوی گروه طالبان در واکنش به سخنان رئیس پیشین عمومی تصدی ملی محافظت عامه نگاشته است که معاملگران با عین و غین به اختلافهای نژادی دامن میزنند. و گزارش سپوتنیک، اناملا سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان در واکنش به سخنان خوشحال سادات در تیویته نگاشته است
بسیاری از آنهایی که دیروز همه دوامداران سیاستشان با اختلافهای قومی و نژادی بود، امروز باز هم برای حیات سیاسیشان بجز بد و رد گفتن یکدیگر و آن هم بر اساس وابستگیهای قومی و نژادی دیگر چیز به دست ندارند. او افزوده است در حالی که خودشان برای رسیدن به کرسی هم با عین معامله کردن و هم با غین. ایجاد قطعه سبز از سوی طالبان برای نگهداری از جنگلات افغانستان. وزارت زراعت آبیاری و مالداری طالبان میگوید که برای نگهداری و جلوگیری از قطع جنگلات افغانستان یک نیروی جدید زیر نام قطعه سبز ایجاد میکند. شمس‌الدین شریعتی معین منافع طبیعی و آبیاری وزارت زراعت طالبان میگوید که کابینه حکومت گروه طالبان ایجاد قطعه سبز را تصویب کرده و کار روی تشکیل آن آغاز شده است. وی افزود پلان داریم که توسط قطعه سبز و مردمی از قطع جنگلات افغانستان و قاچاق آن به کشورهای دیگر جلوگیری کنیم. با این حال سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی گروه طالبان میگوید یک قطعه در حال جور شدن است که از جنگلات نگهداری کند. جنگلات افغانستان قطع نشود و درخت‌ها و چوب‌های افغانستان به بیرون از کشور قاچاق نشود. او گفت که حکومت گروه طالبان روی تشکیل این قطعه کار می‌کند. رحمت الله نبیل: به دنبال جداسازی اقلیت خائن از اکثریت وطن دوست باشیم. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی گفته است که در حال حاضر به عوض دامن زدن باید به دنبال جداسازی اقلیت خائن از اکثریت وطن دوست باشیم. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد پیشین ریاست جمهوری افغانستان در توییت نگاشته است به عوض دامن زدن و فراگیر ساختن بحث‌های اکثریت و اقلیت قومی در این مقطع زمانی بهتر خواهد بود تا به بحث و جداسازی اقلیت خائن از اکثریت وطن دوست بپردازیم. او افزوده است این اقلیت خائن بودند که کشور را به این وضعیت کنونی رساندند. یادآور می شویم که بحث اقلیت و اکثریت یک بحث داغ در افغانستان است که در حکومت آقای غنی نیز مقامات افغانستان بر سر آن جنجال داشتند. حمید خراسانی با تلویزیون آرزو: احمد مسعود در صف باطل است و بر وی شلیک خواهم کرد. همچنان تازه اعلام حمایت سربازان گمنام هزارستان از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود. همچنان تازه یک گروه مبارزین به حمایت از جبهه مقاومت در پغمان اعلام موجودیت کرد. همچنان اعلام موجودیت جبهه مقاومت ملی در جبل سراج پروان. جمع جدید از مقاومتگران جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در جبل سراج پروان اعلام موجودیت کردند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید.